فرض بگیر مهمون میاد تو خونت و از رمز وای فای تو میخواد و حالا یه یادت بیاد یا مثلا شیر کنی با گوشید، طرف حالا آیفون نداره، باید براش رمزه رو پیدا کنی بهش بگی، یا حتی یه کسب و کاری داری مثل رستورانی کافی شاپی چیزی و میخوای مشتریات یه وای فای داشته باشن اونجا، میخوای بهش یه رمز بدی. تو iOS 18 یه قابلیت اضافه شده که ما میتونیم که خودش در واقع خیلی راحت یه QR کد درست میکنه که این عکس‌ها رو میتونیم بدیم به طرف، میتونیم پرینت کنیم بذاریم یه جا و هر کی گوشیشو گرفته اونجا بچه به این وایفای مورد نظرم. به این پسوردا کلا مدیریتش از توی سیتینگ در اومده و شده یه اپ جدا به اسم پسورد، که حالا ما میایم تو پسورد و اینجا یه سری چیز داریم، میایم تو وایفای و میگیم مثلا این وایفای شو نتورک QR کد، از همین یه اسکرین شات میگیریم و اینو داریم. حالا اینو میتونیم بفرستیم واسه طرف، میتونیم همینجوری نشونش بدیم و با دوربینش رو گوشیش اینو اسکن کنه بس میشه به وایفای. حالا الان برای نمونه ببینیم، من به وایفای به اسم چکم بسلم واردش میشم، یه QR کد درست میکنم و اسکرین شات میگیرم، بعد میرم تو سیتینگ و اصلا اینو فورگت نتورک میکنم، یعنی دیگه ندارمش، برمیگردم یه ریفرش کنه، میبینین تو نتورک های غریبه اینو نشون میده. میام اینجا تو اپ فوتو اینو میزنم و روی QR کد میزنم جوین نتورک، جوین، و این بار میریم تو سیتینگ میبینیم که وضع شد بهش، یعنی طرف هم همینجوری به همین راحتی بهش وضع میشه. این کلن چیز جدیدی نیست، یعنی وقتی دوربین آیفون هست، نمیم آیفون 7 بود، آیفون X بود، از وقتی که آیفون دوربین آیفون ها QR کد رو میخوندن، یه سری اپ هم اومدن که این QR کد رو برای اون درست میکردن، اما این خب الان تو iOS 18 اومده تو پسوردمون. فقط یه نکته ای داره که به خصوص اگه جای شلوغی هستین، آدم های غریبه میان و نمیشناخت ندارین روشون، یه نتورک جداگونه برای مهمون یا مشتری ها بذارین، همون نتورکی نباشه که کل کامپیوترتون، سیستم حسابداریتون، نمیدونم دوربین مدار بستتون، اینا همش روی یه نتورکه، کلن یه مودم دیگه، یه نتورک دیگه جداگونه که وصل نیست به سیستم های خودتون، اونو اختصاص بدین برای مهمون، مشتری و کلن حالا هر کسی که هست. این خیلی مهمه، چون طرف وصل به شبکه شما میگه موقع من یه جا بیشتر اینترنت ندارم، اینو باید بکنینش دوتا، یا دوتا شبکه جدا درست کنین و کنترل شده باشه، میشه کنترلش کرد، یعنی من یه اینترنت دارم ولی دوتا شبکه درست میکنم، یه شبکه مهمون درست میکنم که دسترسی به هیچی نداشته باشه. اگه اون کارو میتونی بکنی که هیچی، ولی اگه سخته یه مودمو بکنش دوتا و با مودم دوم تو بذار برای مشتری ها و اینا. خود من تو خونه یه اینترنت سرعت بالا دارم که سیم کارت همراه اول توشه و خب بسته‌هاش هم گرون‌تره، سرعتش هم خیلی بالاتره. یه دونم اینترنت و مخابرات دارم که خب سرعتش پایین‌تره، ADSL، و اون برای مهموناست دیگه، کلاً میخوان به سیستم ایرپلی وصلشن، موزیکی بذارن یا اینترنتی داشته باشن به اون وصل میشن. حالا سرعت عجیب غریبی نداره ولی کار رو کاملاً را میندازه و لازم هم ندارن، یعنی عملاً سرعتیه که کار رو جمع میکنه. و این اینترنت سرعت بالا بیشتر کاربردش برای من اینه که باش ویدیو آپلود میکنم، یعنی خود منم برای کار روزمرم رو اون یکی وصلم. خلاصه اینم مراقب باشین دیگه، طرف وقتی وصل میشه به وایفایتون میتونه دسترسی داشته باشه به کل شبکتون. حالا درسته مثلا دور مدار بسته یه رمزی داره، ولی رمز اونو پیدا کردن خیلی کار پیچیده ای نیست، در واقع اگه دو تا قفل باشه، یه دونه دسترسی به شبکه، یه دونه دسترسی به دیتای اون چیزه، یه دونه قفل ما برداشتیم و عملا طرف با یه قفلی روبروه، ناامنه. کلن چیزای مهمتون توی شبکه دیگه باشه و اینو خیلی دقت کنیم بهش.